گفتیم مثل به چه میمونه؟ بله خودش یک مثل شعر فرزانه فروتنه ایران مدارس گفت هر کسی را بهر کاری ساختن من این کاره نیست اما زیاد اذیتتون نمی کنم این همین الان در روی هفته نیم ساعت هم چیزه میشه اذیتتون اصلا نمیخوام تو این دستگاه اون شکلی سو سعی میکنیم این دستگاه که نباشه بدون چیز بله حالا اونا رو درست کردی؟ تموم شد تموم شد بله کی؟ اشتباه گرفتی خانم امروز حضرت جواد میرهاشمی مستندساز تشریف آورد با دنگ و فنگ عکاسی ولی مخلص با نوشتن این چند کلمه به درخواست ایشون بر این نسخه و عرایضی که کردم ترجیح هم بر غیر مستندسازی است این هم مال تو آقا فقط یه چند تا عکس هم تو کتاب خونه بازه نه با خودتون با من فایده نداره گرفتی دعوار شوخ نزیت هم اون سلشن ندارم باز اونجا هی وایس تق تق عکس باید در محیط آزاد انداخت یعنی بدون مستند بله یه وقتی حالی باشه چه یادم خودش داره چیزی میخونه اگر نه اینقدر از این تو این کتاب خونه عکس انداختن هی آقا اینجا وایسا این بر این چیه اینجا اون با اونجا صدا میارستی آقا دیگه صدا رو زد من که میدونی فیلمی نیستم یه کمالا زیاد ما داتا یه جلسه همین تفونده روز پیش که از این مستندسازهای دیگه باز اومده بود اینجا یک ساعت هم حرف زدیم گفتم که دست از سر ما بردار عجب یه قانون بله صدا نمیاد آقا منم افشار بفرمایید معمولاً خواستاران کتب خاطرات در ایران طالب خاطرات بزرگانند مانند مخبر السلطنه، تقی‌زاده، مصدق و افسوس می‌خورند چرا قوام السلطنه، وثوق الدوله، ذکاءالملک، مشیر الدوله و اقران آنها از خود خاطرات بر جای نگذاشتند در حالی که خاطرات افراد طبقات دیگر هم برای تاریخ ایران ضرورت کامل دارد تاریخ مانند قالیچه است که باید طرح‌ها و رنگ‌های متعدد در آن به کار رود یا همانند موزاییکی است که با اجزای مختلف ترکیب خوشتری می‌گیرد. ما باید آرزو داشته باشیم که روزی خاطرات حمامی و بقال و امثال آنها هم به دست بیاید تا خان تاریخ ما تاریخ مردم و نوشته‌ای خواندنی‌تر شود. خاطرات نویسی ما ایرانیان چنان که در خورست دلپسند نیست هنوز خاطرات نویسی میان من جا افتاده نشده است ستایش نامه، مذمت نامه، خودپسندی نامه است مشکل اینجاست که محیط بر ما حاکم است چون ترس از خیش و نگه دوست و دشمن بر نوشته حکومت می کند نویسنده از واقعیت نویسی به دور می افتد جز این اینجا سرزمین ترس، وحشت، دودلی واهمه نگرانی، احتیاط، کابوس خطر و دلهوره است. خاطرات نویسی محیط امنی خواهد، چه خانوادگی، چه سیاسی، چه محیطی. اگر خاطرات به تاریخ کمک برساند، آن نوشته احتمالاً در مواردی به درد خور خواهد بود.
به گفته اسماعیل نوری علا، در کوچه های تاریخ هیچ کس گم نمی شود. بسیاری از خاطرات عبارت است از آنچه میان دو نفر به گفتگو یا مکاتبه می گذرد، یعنی حاصل ارتباط ها یا برخورد های آنهاست. بنابراین یک طرف آن باید خاطره نویس باشد، یعنی او باید حتما طرف حضور باشد، ورنه روایت می شود. نام افشار بودن مالی هست، تهران مخواستن شناسنامه میگیرن، پدرم هم تنها بودن و رفته پرس کنه چیه داره ثبت احوال، گفتن که چیکار، گفته خب من دکتر افشارم، بینیسی دکتر افشارم. بعد شما هم از کردید یا نه؟ خود پدر هم چیز کردید؟ نه پدرم هم بود، نکر تمام اسناد و مالکیت و همه چیزیش تمامش برم زندگی شما شد. اون دکتر بود، خب میشناختنش بود، اون دکتر افشار من هم این صدمه بهش نمیزد، یعنی من برام چیز ناگواری بود که خودی بنویسم دکتر افشار. این هم بچه ها بنام هم افشار هم دیگه برادر خواهان هم هم دکتر افشار. اون هم دکتر افشار هم؟ اون دیگه نمیشن هم افشار. بعد چیز چطور آقا رشنه چطور اون هم افشار بنام بسیم من هم افشار. این دفتر برنوشت دیگری است از دفتری که در نوامبر و دسامبر 1995 به هنگام بیماری سخت همسرم شایسته از روی یادداشت‌های گذشته به طور عناوین و مضامین اصلی جمع کرده بودم، به قصد آنکه روزی روزگاری بتوانم یادگاری‌های فرهنگی خود را بر آن اساس بنویسم. مدتی فکرم بر آن بود که آن را قلمستان بخوانم. لغلغه لسان، پرچانگی و وراجی هم بی مناسبت نبود، ولی این دفتر بی معنی بهترین نام آن است. تنی چند از فرهنگ دوستان جوان به توصیه فرزندانم مرا برانگیزانیدند که آنچه از جریانهای مربوط به مباحث فرهنگی آگاهی دارم بنویسم، شاید روزی روزگاری به کاری بیاید. من کی تماس بگیرم آخر هفته خوبه؟ دیگه حالا هفتش در روز دیگه هفتش در روز چاپ میکنم یاد کار دارم که وقت و فکرم باید به اون کار برم. سلام، من چیزی شخصا ندارم، خاطراتش به انگلیسی میدونم در امریکا دیدم چاپ شده دوست همون وقتا 70 سال. روز 16 مهر 1304 زاده شدم. نام ماماچه من مادام بالک بود، فرانسوی بوده است. دکتر یوسف میر او را به پدرم معرفی کرده بود. مادرم می گفت پروردن من در اختیار او و دایه‌اش رقیه نبود. هرچه دکتر میر می گفت بر آن آداب می بایست رفتار بشود. دکتر میر گفته بود ساعات معینی به بچه شیر بدهند، او را دائم بغل نکنند، بگذارند در جای خود گریه کند و از این قبیل رفتارها. پدرم در آن ایام تحت تأثیر تربیت فرنگی معابی بود. یادم نیست چه مدت به کودکستان رفتم. تازه در تهران مرسوم شده بود بچه ها را به کودکستان ببرند. سال تهیه را دبستان تربیت رفتم، زیرا درست 5 دقیقه تا خانه ما فاصله داشت. در یکی از ازناب خانه فرمان فرما استقرار داشت، همانجا که به تصرف رضاشاه در آمد و کاخ مرمر بر جای آن ساخته شد. هیچ از آنجا مطلبی به یادم نمانده است. نام همکلاسی ها را هم به یاد ندارم. پدرم سال بعد مرا به مدرسه زرتشتیان سپرد، آن مدرسه‌ای که بعدها نام جمشید جم یافت. شاید بهترین دبستان زمان خود بود. دیپلم ادبی را که گرفتم می‌خواستم به دانشکده ادبیات بروم، ولی پدرم مخالف بود. می‌گفت آب و ملکی داریم و از آن زندگی‌مان می‌گذرد.
و شماها باید آن را اداره کنید. چون اصرار به ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه داشتم، گفت پس باید به مدرسه حقوق بروی که بعد بتوانی پیشه وکالت را اختیار کنی که به درد امور مستقلات و املاک بخورد. ناچار به دانشکده حقوق رفتم. دور از مناسبت نیست از باب حق‌شناسی شخصی در قبال لطف عمیقی که استادی بی‌مثال بدیع‌الزمان فروزانفر جای جای به من ابراز داشته، مخصوصاً از این روی که به موقع ترفیع علمی من توجه خاص مبذول کرده و مکتوبی به رئیس دانشگاه نوشته بود، از آن نامه یاد کنم و بدان سر فخر بر آسمان بسایم. این یادگار از آن فقید را یادآور مکالم اخلاقی او باید دانست که مشوقان و مربیان در حق خردان و تازه کاران روا می داشتند. ایشان خود هیچگاه از ارسال این نامه سخنی به من نگفته بود، اما در پرونده استخدامی خود دیدم. استاد افشار هر شهری می رفتن با دوربینشون هم از یادگاری ها عکس می گرفتن و هم یادداشت برمی داشتن. همین یادگاری ها سلسله نسب و بعضن تاریخ اون دیار را نشون میده. مثلا یادگاری داره نورالدین محمد کچویی بر دیواره مسجد جامعی است. نورالدین محمد کچویی کسی که اول براش خیلی ساده است، ولی وقتی میره تحقیق میکنه میبینه از بزرگان خوشنویسی بوده که نورالدین محمد کچویی در فلان تاریخ در یزد گذشته. این از لحاظ تاریخ سیاسی ایران، تاریخ اجتماعی ایران بسیار مفید است. فیض دیدار مسجد جامع یزد و مرمت‌های تازه آن که به همت عالم نبیل و سید جلیل روحانی بزرگوار اعز اکرم جناب آقای وزیری انجام شده است و همچنین بازدید کتابخانه مسجد که با مکرمت ایشان بنیاد گرفته، مرا که فرزندی از این مرز و بوم هستم و زادگاه پدری منی از دست، بران می‌دارد که توفیق چنین خدمات را برای علامه مسلمین از درگاه خداوند باری تعالی مسئلت کنم. اگر بنیاد این مسجد قدیم است، آثار جدید آن نیز در خور تمجید و تحسین است و این همه از یمن اخلاق و کرامات جناب آقای وزیری است. موقع جغرافیایی یزد که در نقشه کنونی ایران اگه نگاه بکنید تقریبا در وسط مملکت قرار گرفته و از حیث طبیعت هم در منطقه هست که از یک طرف بیابان خوفناکی از قدیم بود که حالا به علت جاده ها البته اون صعب العبوری و سختیش از میان رفته، ولی در تاریخ وقتی شما سوال می‌فرمایید این دو نکته موجب شده است که به یزد یک مقام مهمی بدهد. در حقیقت یزد مهمترین شهری بوده که در میان این مملکت واسطه ارتباطی بین مشرق و شمال ایران شد. باز فرصتی به دست آمد که از مسجد جامع کبیر یزد دیداری تازه کنم و چشمم به کارهای عالم نبیل و سید جلیل آقا سید علی محمد وزیری سلم الله تعالی تازه روشن شود. خدمات و زحمات آقای سید علی محمد وزیری الحق در خور هر نوع قدردانی است و فیضی که بیننده از جاهای مختلف مسجد می‌بیند جمعاً امروز محفوظ و مصون بر اثر خدمات آقای وزیری است. امیدوار است خداوند به وی طول عمر و به همگان عنایت در همکاری عطا فرماید. من برم یه چیزا رو پیدا کنم ببینم یه چیز برات بیارم اولا چند تا عکسی بگیری اگه درستر. یا این باستنی کجا آقایی؟ این در امریکا. اون را تموم شد؟ نشد؟ تموم شد؟ اون سری اول خب این یه دسته رو ببینم چیزی توش از باستانی در میاد. اما زیر نواد بنویسه عکسای رجب افشار را.
افشار دو تا کمد در مندل داشت، هر سفری رفته بود اکثار پشت نویسی کرده بود، تاریخ زده بود، شماره زده بود که شما اگر رفتید سر کمد عکس بفهمید این بسته که نقروش بسته بعد تاریخ داره، افشار در چه تاریخی به سفر رفته. ایرج افشاره که حتی از یک عکس نگاه میکنه به عنوان یک سند، به یک سندی که روزی ممکنه مورد استفاده یک پژوهشگر قرار بگیره، اون به مسائل به این صورت نگاه میکرد. نقشی که افشار داشت یه نقش استثنایی بود، همین که علاقه داشت این خرد پاره ها، تیکه پاره ها، عکس، یعنی عکس هم خودش یک نوع تاریخ و اطلاعات به شما میده، وقتی که طور که میگن هزارها عکس نمونه در کتابخانه ایشان بوده و هزارها نامه. به ما هم همین میگفت، میگفت وقتی یه عکس هر تا اونجایی که میتونی بنویسین، برای اینکه ممکنه یه نفر یا دو نفر که بگذر از اون شخص شناخته نشه، خیلی عکس ها شناخته نمیشه سر همین جا، یا شماره میذاشت روی شخص، اون وقت چیزشو اون شخص رو بیاد پای همون چیز مینویشه، پشت عکس مینویشه. و اگر اون مجموعه عکس های آقای افشار یک آدم هم با همتی پیدا بشه و فیش بکنه، این عکس‌ها رو فیش بکنه، فهرست برداری کنه، حتی عکس‌ها رو چاپ نکنه، فهرست همون عکس‌ها رو اگر چاپ بکنن، کلی خدمت به تاریخ ایران. و افشار معتقد بود و می گفت ناموران تاریخ همواره موافقان سرسخت و مخالفان آشتی ناپذیر دارد و تابع نوسانات سیاسی روز، گاهی خوشنامند، گاهی بدنام و گاهی گمنام. پس باید مجیزگو نبود و روایت دقیق و درست را به آیندگان سپرد. افشار می نویسد بسیاری از نامه ها بی تردید کمک شایسته‌ای به شناخت عواطف انسانی و وطن دوستی و نحوه تفکرات و شمع انتقادی و دقت و نظر و رویه علمی و صدها دقیقه دیگر مربوط به حالات و روحیات نگارنده نامه خواهد داشت. شاید خوانندگان محق باشند در این که بگویند که از چاپ مسائل خصوصی از قبیل خریدن دوا و جز اینها چه فایده عامی حاصل است. من درج صورت کامل آنها را برای نشان دادن کیفیت روحی و نحوه تفکر فرد لازم می دانم. من واقعا دیگه اگه ما دیگه بخواهم تقیزاده بگیرم، پوداوت بگیرم، نیت بگیرم، هیچ چی به هیچ کسی نیست. همین یار رو اومدیم چاپ بکنیم، سی چهل تا عکسمون رو دوزه بگیرم. یا را سر من فایده علمی که نداره، ذوق هم آقا بود چیز بیاره بود اصلا گم شده تو کتاب رو میگه میکنه هیچی همه در بسر. از که عکاسی کردید آقا؟ اولین بار که عکاسی کردی؟ 1325 24 دو سه سال با اونم در دورون عجیبی بود، از این درونایی بود که اینجوری فانوسی ها دیگه باز میشد. اون کتابتون رو دادم، اون یه دونه کتاب بود، چیز بود. اون وقت این بعد از جنگ بود، فیلبا اونا فیلباش تقریبا 18 سانتی بود، مثل کارتوستاد در میومد. فیلبم، فیلبایی که برای این کار بود تقریبا 10 سانتی بود، آورده بودن اینقدی بود. اون تو جا نمی افتاد دیگه. بعد به یک عکاسی بود، فوتو واحد نظرم بشی کنم که این چجوری بکنم اینا، گفت من یه چی اضافه میکنم، اینقدر یه چیز حلقه درست کرده بود به سر این فیلم اضافه میکردیم دو طرف، این وسط میافتاد دو طرفش هم گیر میکرد با اون مدت ها با اون عکس یک چیز سنگینی هم بود، باید پای پور بیاموریم ببریم 3 کیلو بود، 2 کیلو بود. اونا حالا سپایش اینا خیلی چیز بود؟ سپایش که نداشتم، رو دست میگرفتم و اینا یا میذاشتم روی سنگ چیز. تو من میتونم یه عکس با شما داشته باشم؟ عکس هر فرزن نخواهیم. آقا تازه ما میخواستیم چیز کنیم، سپایش کردیم که از اون باید آقانش به سفر کنیم که ما
پدر آرشم که بیاد. بس آقا چیزم آرشم زنگ بزنه پس چیزم نه دیگه موزم پدر آرشم زنگ بزنه بایده نداره. ما عذیت نمی کنیم آقا. بسه صحبت عذیت فکرم هست. آقا تا فرمودید اقتصادی الله با عکس بچگی آدم بعد چرکنه حسن یه با دلم دیگه آقا ما راستان رفتان ما که آشیتو دادی با فیلم های ستونه تقریبا یه ذره نه همون بله در همون حدود کافی میشه تجربه افشار رفتیم برای بزرگداشت و برای یادمان ده خدا در قمشه شهرزا. آقای دکتر شفیع کتکنی بودن، بنده بودم، آقای افشارم بود. وقتی که معلمین اونجا در اون سالن بزرگ که جمع شده بودن فهمیدن که دکتر شفیعی هم در میان ما هست، اصرار کردن که ما میخواییم دکتر شفیعی برامون حرف بزن. ایشون پلوی من نشسته بودن، گفتم آقای شفیعی این همه مردم عاشق شما هستن، بلند شوید دو کلمه با اینا حرف بزن. این مرد بزرگوار که هیچ وقت حرفی نمیزنه در مجالس اینها و این دعب خاص خود ایشونه، حالا مثل که ایرج افشار هم یاد گرفته که همین کارا بکنه و آمدن در پشت تریبون فقط سه بار سرشون رو تکون دادن به علامت تشکر و رفتم پایین. این سخنرانی آقای دکتر شفیعی بود دیگه. حالا توقع ندارم که ایشون بیان صحبت کنه. فرمودید اینجا عکس رو بردارید از آقای ستوده ایشون نشسته باشن. دوستان باید اینجا آقای افتداری روش آغازش این کارو کرد. بله وگرنه روش به وجود نمیاد. روش الان روش فهرسته کودیکولوژی در نتیجه 200 سال کاریست که شده. باید یک کاری کرد. خب روش هم حالا یه ذره کم و بیش خوب یا بد اجرا میشه. شما نگران این نباشید که یک کسی بیاد الان فهرسته یه ولایتی رو از روی ابن یوسف بنویسه یا از روی بهترین فهرست موجود دنیا. این به نظر بنده چیز دیگه، چون مسئله اجرای کار و این واجب تر از اون دقت هاییست که شما مورد نظرتون هست. از نظر فرهنگی من عرض میکنم، نه از نظر روشی. مسئله فرهنگی نسخه خطی مهمتر از اعمال روش. هنوز بسیاری بسیاری نسخه هست که برستش. همین کتابخونه مرکزی از زمان مرحوم دانش پژوه تا حالا 2000-3000 کتاب خریده شده، 10 تاش نمیدونه کسی چی. مرکزی دانشگاه تهران قطعا دین عظیم ایرج افشار رو برگردن خود داره. اون استاد فرهیخته بزرگوار بود که کتابخانه رو به روزگار امروزش رساند و سامان داد به اون. من یادم هست در دوره های فکر و ذکرش و تمام هم و غمش کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران بود و در جاهایی اگر یاری و کمکی میخواست مطلقا دریغ نمی کرد. در مورد خودش شاید دریغ می کرد، ولی در مورد این کتابخانه هیچ وقت از خواهش و سوال و ترغیب و تشویق خودداری نمی کرد. خیلی خوشحالم در این سالونی هستم که ایرج افشار این رو پایه‌گذاری کرده، مثل خیلی کارهای خوبه دیگه. اگر بخوایم بشماریم اصلا به شمار در نمیاد. اون مرد بزرگ با اون سه صدر و با اون روح جستجوگر و کاوشگرش
در حقیقت اینجا رو به ملت ایران اهدا کرد. ما خیلی ها در دوره حیاتمون مدیونیم، ولی فقط حیات دوره زندگی ما مهم نیست، ایران به خیلی ها مدیونه. با ذهن بی‌نظیری که داشت، نسخه‌شناس یگانه‌ای بود و جایگزین هم نداره هنوز، موفق شد که کتابخانه رو به وجود بیاره که نه تنها در شأن دانشگاه تهران بود، بلکه در شأن فرهنگ کهنسال و تراز اول ملت ایران بود. در حقیقت خدمتی که کرده است، همه چیز رو از زیر زمین انگار بیرون کشیده. کارش یکم مثل باستانشناس است. باستانشناس ها اینا رو آوردن بیرون، این کتاب ها رو کشف کرد و بعد میدون داده به همین که جوان ها هم راه اون رو پیش بگیرن. کاش یکیشون، دوتاشون، سه‌تاشون با اقل راه ایرج افشار رو به درستی طی کنند. آقا این همه دیگه شما در مورد دیگران نوشید، یه تعامل یا بکنیتون بکنید یا اینکه اجازه بدید یا برای دیگران بخواب می نویسن برای خودم ننویسن برای دیگران بخواب در اوزلا رو میگم لابلا یا خوبش و بدش و چیزی که برخورده بیده مسئله ای که نقطه ای بمون دکتر سیاسی مثلا چجوری بود رفتاری این هم کسی که خبر نده این هم موسیقی بنده در اینجا اجازه میخواهم از طرف همه حضار و خاندان و محترم مینوی تشکر بکنم از این توجه رئیس محترممون دانشسرا. در روز اول چند بیتی از یک غزل مولانا که مرحوم مینوی خونده بود پخش شد که اون غزل چون با هیجان و التهابی خونده شده بود تصور شد که نوار سریع کار کرده در اینجا، ولی باید عرض بکنم اون غزل را ایشان در سخنرانی ضمن سخنرانی خوندند که در همین کتابخانه به انگلیسی بیان کردند و برای خارجی ها اون سخنرانی تهیه شده بود و مرحوم مینوی برای اینکه نشان بدهد به خارجی ها که حالت و وجد و جذبه‌ای که در اشعار مولانا یعنی دیوان شمس هست به چه نحوه است، ناگزیر اون شعر را به اون ترتیب خواند و خوانده است. بنابراین بنده برای ختم کلام با اجازه آقای دکتر مهدوی همون قطعه را با چند کلمه از انگلیسیش دوباره پخش می‌کنم. مسیر زندگی من راهی فرهنگی بوده است. کتابدار بودم و کتاب چاپ کن و کارهایی که حول و حوش آنها بوده است. مانند برگزاری نمایشگاه، گردانندگی کنگره و مجلسهای پژوهشی و ماننده های دیگر. در این راه از کسانی یاد کردم که با آنها بودم، با آنها نشست و خاست داشتم، خصائل و فضائل و مقامات و مقالاتشان را شناختم. با آنها عمر گذراندم، گاهی به دوستی پایدار و ارادت بسیار و گاه هم با آنها مماشات و مدارات داشته و حتی کار به کدورت و معارضه و مجادله کشیده است. از آقای ایرج افشار تشکر که مبتکر این جلسات و نظایر این جلسات بودند و هستند. ما خواهش میکنیم که اونچه درباره مینوی نوشته شده است در این چند ماه اخیر و اونچه اینجا گفته شده است اینها رو چاپ بکنند که در دسترس همه قرار بگیرد. ایرج افشار که یک کار بسیار بسیار مهمی کرد، کنگره‌ای درست کرد به اسم ایران شناسی در ایران سال یک بار در یکی از دانشگاه های ایران، اولیش هم دانشگاه تهران شروع شد، اسمش هم بود ایران شناسی. هفتمین کنگره تحقیقات ایرانی با حضور 327 تن از دانشمندان،
و محققان ایرانی و خارجی کار خود را در تالار ابوریحان دانشگاه ملی ایران آغاز کرد. در کمیته‌های دهگانه این کنگره که به مدت 6 روز ادامه داشت، ضمن سخنرانی‌های از جانب شرکت کنندگان در زمینه‌های زبان فارسی، تاریخ و جغرافیای دوره اسلامی، علوم و معارف اسلامی، ادبیات فارسی، فرهنگ ایران باستان، مطالعات اجتماعی، باستانشناسی و هنر، مردمشناسی و فرهنگ عامه، ادبیات معاصر ایران و کتابشناسی و نسخه شناسی بحث و تبادل نظر شد. تا 50 سال قبل، پژوهش در فرهنگ و تمدن ایران صرفاً به خاورشناسان غربی اختصاص داشت. اما به تدریج محققان و دانشپژوهان ایرانی در صدد برآمدند که خود درباره فرهنگ کشور خیش تحقیق کنند. این کنگره تحقیقاتیه که 7 دوره از اون تا کنون تشکیل شده است، در حقیقت کنگره توجیهیه، یعنی اشخاص رو دعوت میکنه با دیدن و شنیدن نمونه های خاصی از سخنرانی ها تا خودشون رو آماده بکنن در نظایر اون موضوعات یه بحثی بکنن. چنان که من در ضمن سخنرانی عمومی در کنگره گفتم، بسیاری از کارهای تحقیقی هست که کار یک نفری یا دو نفری نیست و بایستی که کار گروهی انجام بگیره. شرط این هم که کار گروهی انجام بگیره این است که روش کار، روش تحقیق پیش همه یکسان باشه. در کنگره اول شرق شناسی که معارف شرق شناس هم شرکت داشتن، مطالبی ارزشته که بسیار ابتدایی و سطحی به نظر میرسه. فعل مثلا شرحال از سعدی که در اون دوره تر شده است، یک شرحالی است که هیچ نوع تحقیقی درش وجود نداره، فقط عرضه شدن یک سرگذشت عادی است. یه دوره فتحعلی شاه به این طرف که ارتباط ما با خارج زیادتر شده و مردم به نحوه تفکر خارجی بیشتر آشنایی پیدا کردن، لازمش این بود است که بحث درباره زبان هم از یک متد علمی پیروی بکند و دنبال راه شیعه‌ای نباشد که در کتاب‌های فرهنگ و دستورها یا قواعد سابق راهنمایی میشد. متاسفانه ادبیات و تاریخ، این دو فن که با فرهنگ ملی ارتباط فوق العاده باید داشته باشد، این دو امر در دوره قاجاریه از نظر اسلوب بحث فرو گذارده شدند و بهشون توجهی نشد. این بود که با بیداردلی و توجهی که دوست عزیز من دکتر سید حسین نصر در موقع ریاست دانشکده خودش داشت، پیشنهاد مشترکی به دانشگاه دادیم برای اینکه مجمعی عام‌تر به صورت کنگره تشکیل بشود تا مطالعاتی که افراد مختلف در ایران در زمینه‌های متعدد و مختلف ایرانشناسی انجام می‌دهند در اون کنگره عرضه بشه، تا هم ایرانی‌ها از اون مطالب مطلع بشن و هم اینکه از راه نشر این مطالعات خارجه. و خوشبختانه به الهامی که از اون پیام گرفته شده بود، استمرار کنگره و تشکیل مرتب آن مورد نظر قرار گرفت و تا امسال که 7مینش گذشته شده، منظمن هر یک از دانشگاه‌های ولایات یا مراکز تحقیقاتی مثل بنیاد فرهنگ ایران موجب تشکیل این کنگره شد. یکی از اعضای هیئت مرکزی که با همسرش تلفنی صحبت کرده بود گفت زنم در حال برآشفتگی گفته است ول کرده یا رفته یا ما را در میان توپ و تفنگ تنها گذاشته ای که میخواهی ایران شناسی کنی، بیا برو خیابان جالو به ایران شناسی بپرداز. این کنگره در عمومیه بود و من نرفتم. من یادم مرحوم علی اصغر مهدوی، دکتر علی اصغر مهدوی رفیق
بسیار شفیق مرحوم ایرج افشار به من تلفن کرد که آقا چرا نمیای کنگره ایران شناسی؟ ما موقع جوان تو جریان انقلاب اینا بودیم، گفتم آقای مهتبی ایران شناسی الان در خیابان‌های تهران داره انجام میشه، دارن مردم همه حقیقت ایران شناسی رو نشون میدن و فلان اینا. خلاصه آدش کردم که آقا این حرفا چیه، بی یالا این داریم انقلاب میکنیم. بعد اونام کنگره نصف کاره گذاشتن و برگشتن اومدن. حضرت استاد افشار در تصحیح این اثر از 5 نسخه که آنها را به تفصیل معرفی کرده اند استفاده کرده اند و این امر بر اعتبار تصحیحی کتاب بسی افزوده است. بی نهایت دشوار و عبارات در بسیاری از جاها مخشوش هست، نامفهوم، کلمات خیلی هاش نقطه نداره، معلوم نیست واقعا چی هست این کلمات. آقای افشار خب بعضی ها رو به حس گفتن، مثلا ممکنه تیزبار باشه یا اون یکی بوت جوه، نمیدونم چی هست، اینا رو یادآوری کردن در حاشیه. و کار تصحیح این کتاب بسیار دشوار بوده. زبان این کتاب به یه مقداری نو شده، به این معنی که زبان اون زبان قرن ششم نیست. مؤلف علاوه بر اصطلاحات فارسی فنی خودش یک اشاراتی هم کرده به گویش خراسان، گویش نیشابور و گاهی اوقات گویش عراق. این هم از نظر زبانشناسی خیلی محترمه، من همه اینا رو استخراج کردم، یعنی کلیه اون جاهایی که میگه که این رو در خراسان اینطوری میگن، ده لهجه مثلا چی میگن یا فلان رو، اینا رو من همه رو جمع کردم. داش بله کوره. داش به معنی کوره که در گویش نیشابور میگه اینطوری میگن، چند مورد نیشابور میگه و بیشتر خراسان پیداست که اهم هست. اینا خودش یه منبعی است برای اینکه ما لغات خراسانی، یعنی لغاتی که در خراسان در اون موقع رایج بوده در قرن ششم در این موارد بدونیم. چند مورد مارلهای عراقی و ماورا نهریش هم گفته. اینا هم از نظر زبانشناسی جالب است که باید در کنار اون به اصطلاح واژه‌هایی که به عنوان فارسی قلمداد شده آورده بشه و کاش فصل جدای به پایان کتاب الحاق میشد راجع به واژه‌های خراسانی و نشابوری. مختصری باید عرض کنم که چرا اصلا این کتاب رو بنده دست گرفتم. این بود که وقتی در کتابخانه ملک مکلف به فهرست نگاری نسخ خطی اونجا در همصحبتی مرحوم دانشپژوه شدم، به اولین نسخه این کتاب برخورد که آب دیده و خراب و شرحش رو نوشتم. متعاقبش دنبال این بودم که نسخی پیدا کنم، برای اینکه می دیدم هیچ این دستکاری هایی که روی این آب بردگی ها کردن اصلا کلمات خیلی وضعش بده، چیزهای عجیب غریب. در نتیجه 4 نسخه دیگه هم به تدریج پیدا شد که یکیش هم مال آقای ترقی بود که حالا در قمه، که نسخه بهتری است ولی تاریخ ندارد. البته نسخه به نسبت قدیم، یعنی در قرن هفتم یا اوائل قرن هشتم احتمالا نوشته شد. و شروع کردم به مقابله و به هر حال این کتابی که ملاحظه می‌فرمایید با همه نادرستی ها و فریشیدگی هاش در آمد. شاید این موضوع را بد نباشه عرض بکنم که یک چنین کتاب هایی طبعا تعلیقات خیلی مفصلی میتونن داشته باشن، تردید نیست. شاید 500 کلمه در اینجا باشه که همش برای خواننده عادی مجهول و شاید باشه. بنده سلیقم اونقدر موافق این نیست که بیایم مثلا لغت معنی درست بکنم یا چه بکنم، برای اینکه این کتاب ها عموما تصورم برای اینه که هیچ کدومش عمومی خوان نخواهد شد. برای اهل استفاده علمی و تحقیق و مطالعه، یعنی در حقیقت یه نوع نسخه خطی است که یه ذره بهتر از نسخه خطی ممکنه باشه از اون 5 نسخه. اینها ضرورت هایی است که حالا پیدا شده از نظر تاریخ نسخه و از نظر نوع نسخه‌ای که تو اون کتاب خونه. فرض کنید این کتاب گم شد،
توجه کردی؟ یه سمساری خرید. این علائم و نشانه ها که درش باشه باعث کشف اون میشه. یعنی یک هویتی است از نسخه که باعث شناسایی همیشگی اوه و وضعی که به یک کتاب خونه اومده. یعنی آیا این آب دیدگی الاس یا اگه پس فردا خدای نکرده اون کتاب خونه را آب بگیره و کتاب آب ببینه چی میشه؟ یه حالت دیگه پیدا بکنه. پس بنابراین جریان تاریخی یک کتاب تاریخش با این عوارض همراه هست. شما اگه در یه نسخه این عوارض بشناسونید با تحولات که بعد پیدا میکنه خیلی روشن میشه. اگر کتاب کامل باشه فردا نسخه شو یه خواننده تو در حین خوندن کتاب تو نسخه خدای نکرده بردار معیم میشه دیگه. پس این آسیب ها ضرورت داره الان نوشتنش از جهات مختلف و ترمیمش. طبعا مثلا فرد بزن وقت شما میگید آب دیدگی داره یا سوختگی داره، من دیگه نسخه رو بدونم سوختگی داره در روم هست، اگر خواستم چاپ بکنم اینو میگم این نسخه چه پیش خودم لاغل فکر کنم فایده نداره پس نمیخوام. اینا اینجور کمک های خیلی نادرم به مراجعه کنندگان خواهد کرد. همه کتاب ها که در دسترس آدم نیست، خیلی هاش پراکنده در دنیا. کیفیت ظاهری اون نسخه ممکنه بعد وقتا کمک کنه به این که من فکر میکنم کسانی مانند آقای افشار برای خیلی خوششانس هستند، برای اینکه اصلا فکر و ذکر و رویایشون اصلا با بسیاری از مردم که در فکر مسائل روزمره هستن کاملا متفاوت بود. ایشون عشقش سفر بود، دیدن ایران بود، شناسوندن ایران بود و شناخت یک تمدنی که هزاران سال بود پابرجا بود و در حال تغییر بود. با این فکر و ذکر آقای افشار به هر حال یک دید دیگه به این دنیا داشت. هدف ایشون دیدن بناها بود، رفتن به کویر بود، با مردم آشنا شدن، جایی رو که ندیده بود، مانند یک بچه کنجکاو بودن. و من فکر می‌کنم این کنجکاوی در انسانی که میتونه آدم رو متفاوت کنه از بسیاری از آدم‌های دیگر. من دانشجوی دکترا بودم که در کتابخونه UCLA با آقای رجب افشار آشنا شدم. کنجکاو بودن که چی میخونم، بعد که ایران رفتم خب باعث شد که بیشتر با هم آشنا بشیم و شروع کردیم همکاری درباره یک برنامه یا یک کتاب درباره سید حسین تقی‌زاده و والتر برونو هنینگ و آشنایی ما از اونجا سر گرفت. فکر میکنم حدود 20 سال پیش بود، زمانی که من دانشجوی دکترا بودم در دانشگاه UCLA. یک روز بارونی بود، در قسمت کتاب‌های ایرانی و فارسی زبان دانشگاه من ناگهانی یک فردی رو دیدم با کلاه بره که با جدیت داشت کتاب‌ها رو نگاه می‌کرد. من از روی عکس ایشون رو البته فکر کردم که شناختم و گفتم سلام، ببخشید شما آقای ایرج افشار هستید؟ و ایشون با جدیت من رو برانداز کرد و نگاه کرد، گفت بله شما کی هستین؟ و این باب آشنایی من با آقای ایرج افشار شد. اولین بار که با آقای افشار آشنا شدم تقریبا 20 سال پیش بود و اون وقت فارسی من خیلی ضعیف بود، خیلی من میتونستم تقریبا سلام بگویم و ولی استاد رجع افشار با من فقط رجع به دستنویس خطی ایرانی و همیشه در زبان فارسی صحبت میکرد و اون شاید اولین بار بود که من وارد این زبان خوشگل و شیرین شدم. اولین دیدار من با آقای افشار این بود که تازه دانشگاه اومده بودم. خب کتاب خونه برای من خیلی مهم بود، همینجوری بدون کارت شناسایی رفتم. دم در منو لعنت دادن. همون موقع به طور اتفاقی یه آقایی که چشمش بادومی بود
بس موی سرشون کوتاه بود. از بغل من رد شد، تون تون میرفت بالای چیزه طبقه دوم از پلکان. یه دفعه برگشت و با صدای بلند حرفای زد. بعد اون نگهبان گفتش که بفرمایید بریم به من. فهمیدم اون آقا دستور داده که اون آقا آقای افشار بود. بعدم متوجه شدم، من اون موقع نمیدونستم. گفتم که اون آقا به من لطف کرد. خب یکی از اهمیت‌های آقای ایرج افشار برای رشته ایرانشناسی در جهان این بود که تمام محققان خارجی که می‌خواستند درباره تحقیق‌های مختلف درباره خود ایران، سفر به مکان‌های مختلف، بناهای تاریخی، کتیبه‌ها، نسخه خطی، کتاب می‌خواستن اطلاع پیدا کنن، می‌مدن برای آقای افشار. هر وقت که یک ایرانشناس اومده تهران، میرفت کوچه سرو توی کامرانیه و نشست با آقای ایرج افشار در باغ خودشون صحبت میکرد، با دوستان ایرانی زیاد آشنا میشد. خب گفتگوی تمدنی، گفتگوی کتابی راجع به همه موضوع ایران شناسی بود. ما همه خیلی لذت بردیم از این شبهای پیشرای افشار. من دنبال کتاب دریای کبیر فرصت دوله بودم. خب رفتم کتابخونه مرکزی اتاق آقای افشار. اصلا درش باز بود، منشی هم نبود. همینجور از دور نگاه کردم، خودم رو معرفی کردم، گفتم بیا بیا. وارد اتاق شدم و پرسیدم که کتاب دریای کبیر نسخه خطی کجا هست که اگه اطلاع داری که لطفا به من راهنمایی بفرمایید. گفت که اینجا آقای رانا حسینی هست و اینجا هم آقای دانشپژوه هست. همه استادان به من خیلی محبت کردن، خوب راهنمایی کردن، آدرس دادن که خیلی جالب بود. این دیدار اول بود که با آقای افشار صحبت کردم. بعد از اون هر کتابی که خواستم پیششون میرفتم که خوب راهنمایی میکردن. اصلا برایشون مهم نبود که من کیم. من دانشجو بودم، چیزی هم بلد نبودم، ولی به من راه دادن. آقای افشار اینجوری اخلاق داشت. ایرج افشار برای ایران شناسان اروپا مثل شمس برای مولانا بود. ایرا کمه لالوچ دل سوله کمه المایسترو به رومه. این یکی عکس سردر آکادمی علوم اتریش هستش. کنفرانس ایران شناسی بود، فکر میکنم حدود سال 2006 باشه، 8 سال پیش، که همراه آقای افشار بودم و با هم دیگه یک جا گرفته بودیم و مرتب با ایشون بودم. این شانس بود که با هم باشیمش. میشه باید گفت که افشار یک در واقع مددکار ایران شناسان غیر ایرانی بود و تا اندازه زیادی حتی تصحیح کننده شیوه های کار اونا و نوع نگاه اونا به ایران، که اون نگاهی که خاورشناسی یا ایرانشناسی سده 19 هم و اوائل سده 20 هم داشتن نسبت به ایران و هنوز یه خورده بوی غریبگی و بوی استعماری مقداری میداد. اون نگاهی که شرقی رو یه موضوع بررسی میدونه از نظر این که غربی والا تبار بیاد بشناسدی. استاد اگر قرار باشه من در مورد هر موضوعی خیلی تخصصی کار بکنم، میشه یه سری کتاب‌های کتابخونه‌ای که در مورد استاد و دانشجو ازش استفاده کنم. من الان هدفم اینه که مردم عام بفهمن که بابا ما چی داریم. حداقل اگر میرن جایی یادگاری رو ننویسن. اگر در هر حال باید همینجور که میگم استانی باشه، یعنی حوزه‌ای باشه و اونم فردی که در اون حوزه میتونه این کار بکنه بکنه. دقیقا. ممکنه یک چیز کلی آقای سوریده بده که آقا باید حسارش رو نوشت، باید خندقش رو نوشت، باید
نمیدونم پلانش رو در آورد، راهش رو نشون داد، کیفیت رویشی گیاهانش رو گفت. قلعه ایران بخواهی بنویسیش و هزار تا قلعه بیشتره، کار یه سال دو سال نیست، باید استان به استان بنویسی. قلعه های مازندران، قلعه های خراسان، قلعه های نمیدونم کرمان، قلعه های یزد، خیلی قلعه هست. هر شهر هر جایی هست، هر جایی هست. خلاصه من میگم زمینی نموندن در این پردشت که خنگ فرامرد در وی نگشت. ما جایی رو باقی نذاشتیم از ایران و حدودش و سامانش و کردنشین و فارسنشین و جنوب ایران و تمام جزایر رو، تا گواته رو ما رفتیم، تا گواته رو رفتیم، خیلی جاهایی که اصلا کسی دسترسی نداره. در واقع افشار میشود گفت که در رصدخانه ایران شناسی نشسته بود و بهترین وچی رصد میکرد و به اصطلاح کوچکترین ستاره ای رو که تو این سپهر ایران شناسی و فرهنگ ایرانی عبور میکرد و یا میدرخشید، این ستاره رو رها نمیکرد، رصد میکرد و تا کامل نمیشناخت و تا تکلیف این ستاره رو روشن نمیکرد که در کجای این سپهره، ارزش و اهمیتش چیه و نسبتش با بقیه ستاره ها چی هست، تا این کار رو نمیکرد دست بردار نبود. به همین دلیل که افشار ما میتونیم بهترین ایران شناس بدونیم. افشار خیلی جای ایران رفته که ما نرفتیم. من تا 6 ماه پیش همه اردستان رو ندیده بودم دیگه. افشار به من گفت من 2 مرتبه به اینجا رفتم ولی تو 1 دفعه هم نرفتی. خب 1 دفعه همت کن برو. گفتم چشم. این بود که افشار واقعا خیلی آدم عجیبی بود، بی‌بدیل بود در فرهنگ ما، واقعا بی‌بدیل. اما نکته ای که برای من ایجاد شیفتگی بیشتر روز به روز کرد نسبت به استاد ایرج افشار، بعد تواضع، اخلاق و از همه بالاتر شیفتگی و علاقه ایشون به ادبیات ایران به معنای عام کلمه. من به هر حال در آمریکا داشتم ایران شناسی میخوندم، ایران شناسی که به هر حال بر حسب متدولوژی و دید غربی ها هست، یعنی شناخت فرهنگ و تمدنی که حالا میشه گفت از میان رودان تا میشه گفت آمودریا وسعت داره تا چین، و البته مطالعه‌ای که در کتابخونه‌ها انجام میشه و پشت میسا. ایران شناس بودن با ایرانی بودن به نظر من فرق داره. منظور از ایران شناس بودن یعنی در مورد مطالب مربوط به ایران تعمق کردن، کار کردن و اثر بیرون دادن هست. کسانی که بیشتر اثر بیرون دادن. آقا تو سنگ پیرزن میدونی کجا بوده؟ سنگ پیرزن؟ آره. نه آقا من اصلا نشنیدم استاد تا بهار. نشنیدم. نه. چی هست؟ این دفعه تو بخارا چاپ خواهد شد. یک سنگی بوده که مثل کله پیرزن. بله. یعنی زیرش یه پایه‌ای داشته و روش هم یه صخره. این صخره بزرگ روی پایه که انگلیس‌ها به این نوع سنگ میگن مشروم راک. مشروم؟ یعنی قارچ. مثل قارچ. این هم مثل قارچه. اینجا تو ولنجک بوده، تو کوه ولنجک بوده، سینه اون کوه. اسمش رو بسوزن سنگ پیرزن محلی ها. این در زلزله 1912 نمیدونم یا 11 میشه میفته. همه میرفتن دیدنش، به خصوص خارجی ها، سیاه ها که میومدن. یه کتاب فرنگی رو پیدا کردم. اصلا استاد اولین باره که از هستالی شنیدم. اوکیه. بالاخره ایران شناسی که اصلا با اساتید حسنش همین ها آدم چیزون کنه و نشست و برخواستون کنه. این کتاب در 1913 چاپ شد. می‌بینی زیرش پایه داشته؟ بله. زلزله میاد این کنده میشه. ولی اصلا من تا به حال این همه عکس دیدم همچی عکسی هم میره تای رودخونه میفته از اون بالای کوه. چیزی هست بدم روشینی یاد داشتا؟ هنوز خیلی جمع میشه.
آقا اینو باید کپی گرفت پخشش کرد با چاپ میشه دیگه تو بخارا چاپ میشه حیف این نباشه بله این دیگه حتما آقا ما عکسشو میذارم نه به دست تو فعلا نیست بخارا کارشو بکن از اون عادی خیلی شما ها چیز رنگ هستیدن اینا عکس دوست دارن آقا زرنگی ندارن بله عکس دوست داره ولی من تا این چیزا رو ننویسم چجوری بدم دست به کار بله آقا اینقدر سرم اومده دیگه آقا این چیزا من پیدا کردم آقا شما مجسمه فتحعلی‌شاه پیدا کردم آقا عکسش خودش آقا قلب سنگا شما باز میدونید که افشار اهل سفر زیاد بود در داخل پیاده روی زیاد میکرد کوه نوردی زیاد میکرد و تمام تحقیقاتی که مثلا با دکتر ستوده کردن این تفریح صرف نبوده تفریح تحقیقاتی بوده همش متریال جمع میکردن و اون رو موضوعی کتاب یا مقاله قرار میدادن ایرج افشار یکی از ناآرامترین وجودهای روزگار من همیشه فکر میکردم که مثل کره زمینی که در درونش یک هیجان فوق‌العاده است این همین مذاب هایی که گاهی از یک کوه آتش فشانی میاد بیرون ایرج افشار واقعا درونش همین بود در سفرها هم ایرج همینطور بود بیقرار بود و بیتاب نشستن و استراحت کردن و اینها جز برنامه شد شما یه وساطت کنید ریش سفیدی کنید در آقای افشار با دو روز نهایتم بیام یه روزش با شما با آقای افشار بگیرم مثلا آقای ده باشید روبیان اومد خدمت ایرا بگرد نه تازه همون از پیش اون کارش انجام دادم نوشتیم برش بگیم روبی چی؟ 10 دفعه به من گفتن که به افشار بگو که این 2 کلمه رو زیر این بنویسه که این قابل چاپ کردنه من به افشار 1 کلمه هست بابا آخه چون دل در دل سنگ من این چیز تاثیر نمیدونم همین برای اینه دیگه اصلا تو بگی سنار ارزش داره حرف ما کار خود چو میکنی سرش یه سر گوش چه میده کار به اطراف و جواده باید اگه به خیلی سفر یه موقعی سفر متناسب با کار تو جور کنم بریم هر موقع شما اینو من بگیرم من حالا دوباره تو خرداد و بار که میشه با کرر این برور میدونم یه سفر میبرم کار ندیم باش یه جایی که واقعا به دردت بخوره مرحومه محترمه مبرک 6 اسفند از وصول ارزانی بخشی و برای تسلی خاطرتان عرض می کنم هر کسی باید وضعیت خود را با یک وضعیت بدتری مقایسه کند و بعد خود را تسلی دهد که وضعیتی از آن بدتر هم بوده است و آن بدتر وضعیت خود بنده است که 3 سال در لشکر 2 زرهی و انقریب 8 سال خواهد بود در قلعه احمد آباد زندانی هستم و حق خروج از قلعه ندارم غیر از افراد خانواده کسی را از بیرون اجازه از سازمان امنیت نمیتوانم بدون اجازه نمیتوانم بپذیرم باری در این مملکت پیش از این نمیتوانه از این مملکت پیش از این یا در این مملکت پیش از این نمیتوانه گذار دارم و هرچه هست از قامت ناساز بیاندام ماست در خاتمه تشکرات خود را توجه فلان رو من کنم در حقیقت خود را قابل این اندازه توجه نمی دانم امیدوارم رفع کسالت از سرکار علیه خانم شده باشه نوع اسفند چونگی تیرای چونگی پوسیده نیست ساهره خود ولی این بالاست که من درست آقای این
از اون یاد داشت باید این خبته رو باید خبته رو باید نزدیک کرد بله اینا باید بذارم دارم نمیم خواب بکنم بله اینا عمله نیاد برنم اینه بدید بردارن بعد توی ما به شیشه کنن شنبه 25 فروردین. تا کنون یادداشت روزانه ننوشتم. از امروز برای تنوع در ساعات کار و ولنگاری قصد کردم یادداشت نویسی کنم. نیک می‌دانم اسبی که سر پیری به دعایت برای روز قیامت خوب است. در این یادداشت‌ها از خورد و خواب و زندگی روزمره شخصی چیزی نخواهم نوشت. مگر مناسبت خاصی باشد. آنچه مورد نظرم است منعکس کردن مذاکرات ادبی با دوستان و به دست دادن مطالبی است که جنبه فرهنگی داشته باشد و گویای فعالیت‌های ذهنی و فکری کسانی باشد که مؤثرند. چهارشنبه 29 اسفند. صبح با ستودو و دکتر محمد اسلامی به سوی سفر حرکت شد تا به کجا بکشد آبشخور ما. شرحان در دفتر مجزایی نوشته می شود. با این روز سال به پایان رسید و یاد مصدق برایم زنده شد. دوشنبه 28 مرداد. کودتای آمریکا برای بازگرداندن شاه. 1332 هجری شمسی. این چه عبارتی است برای این روز نوشتند؟ مگر آمریکا و انگلیس دلشان برای شاه سوخته بود؟ کودتا کردند که سرنوشت نفت معلوم شود و نفوذ روس‌ها را مسدود کنند. برای آنکه نظام مملکت در این هنگام برهم نخورد به شاه تن در دادند. همان کاری شد که در سوم شهریور هم شد. هر گونه تشنجی پس از مصدق به ضرر غرب بود و ممکن بود از میان آن آشوب‌هایی برخیزد. زاهدی را از 2-3 ماه پیش آماده کرده بودند که نظامیوار بیاید و آرامش را برقرار و راه استبداد را هموار کند. پس همه چیز خود به خود به مراد شاه شد. در میان مصدق محترم و مظلوم ماند و خوشنامی ابدی اندوخت از نظر حیثیت ملی. و البته حالا عده‌ای میگویند که اگر پیشنهاد بانک جهانی را پذیرفته بود ما به این بدبختی نیفتاده بودیم. مگر اگر در تاریخ ممکن است مقامی داشته باشد. اگر برای خیال پروری بهترین واژه بی‌بندوبار است. آقای دکتر، حتما ما هم باید فیلم بسازیم آقای دکتر. نه؟ میگم حتما ما هم باید فیلم بسازیم. نمیشه یعنی که یادگاری از شما داشته باشیم. میارم برات. دست شما در نکنه. اینه را دارم کتاب دیگه برات میارم. یک کتاب بسرا، یعنی ظاهرن این موضوع هست به انضمام خاطرات مصدق و 2 نامه و 20 عکس تاریخی که این کتاب با ارزشیه. استاد کدومش بهتر اونو به من بدید؟ جفتش خوبه. من آره یک کارم خوبه. راست یا چپ؟ راست. صراط المستقیم. خاطرات و تعلیمات و مصدق. اسم شریف؟ رضا. رضا گلشنی. گلشنی. بله. هر چی باشه قبول میکنه. یا همون یکی مونده. نه کتاب خونه. شد با ارادت برای ناصر حکنایون که مصدق را بشناسد. یعنی واقعیت مصدق رو بشناسد. روی احساسات، روی عواطف نباشه. روی یک پایه راسیونالیسم و عقل و خرد باشه. این مال جناب. دست شما درد نکنه. اسم شریف؟ من رضا هستم الماسی. حکیم حنید؟ نه. رضا الماسی. رضا الماسی آقا.
الماسیان الماسی الماسی رضا الماسی بعد افشار اینطوری بود نسبت به مصدق، ولی نسبت به میهن و وطن و این جریانش که جز اندیشه های مصدقه واقعا کم نظیر بود. و بعد دوران ملی شدن نفت هم بالاخره هر کسی که توی این خط و ربط بود طرفدار مصدق بود و طرفدار ملی شدن نفت بود و ایرج افشار هم در اون روزگار اینطوری پرورش پیدا کرده بود. ولی خب هیچگاه دنبال حزب و گروه و دسته نبود ایرج افشار، برای مصدقی بود، مصدقی دوستش. آقای افشار یکی از کارهاش این علم رجالش بود، هم به معنای علم رجال سیاسی، هم این در واقع آدم شناسی ایشون. اشخاص رو میشنا، هنرمندار رو میشنا، فرض کن الان کمال الملک مثلا، دکتر قاسم غنی، فروغی، نمیدونم بهار، اینا رو هیچ کدوم ماها ندیده بودیم، ولی افشار بیشتر اینا رو در سنین پیری و پختگی دیده بود. افشار جوان اینا رو دیده بود و با اینا ارتباط داشت. برلن 30 دی 1371. دوست عزیزم جناب ایرج افشار، امیدوارم که حالتان خوش باشد و چشمتان روشن‌تر. طرح بسیاری مسائل که هنوز هم پرسش انگیز هستند، مورخ و پژوهشگر را در کشف واقعیت و علل بروز آن یاری می‌دهند. پخش نوشته‌های گوناگون درباره دولت مردان و شرح حال و گفتار و کردارشان بسیاری از خاطرات گسسته را زنده می‌کند. اینک یک نمونه. می دانستم که اسم نویسنده تاریخ روابط سیاسی ایران و انگلیس ابتدا محمود پهلوی بوده است و نمی دانستم چگونه این نام به محمود محمود تبدیل شد. با این نام ربایی استبداد رضا شاه به کمک اعوان و انصارش ریشه دواند و بارور شد. با سلام دوستانه و عرض احترام بزرگواره. شنبه 21 اردیبهشت. تا چشم به هم زدیم آغاز هفته شد. هفته مثل باد گذشت. به قول قدما تا سر را خاراندم به سر آمد. آسوده ام که اصلا از وسایل آگاه شدن از جریانهای ایران و جهان به وسیله رادیو، تلویزیون، ماهواره، روزنامه بیخبرم. زیرا از هیچ یک استفاده نمی کنم و نمی دانم چه می گذرد. مگر آنکه پنجشنبه دوستان بگویند یا اگر از کناره دکه روزنامه فروشی بگذرم چشمکی به تیتر جراید بیاندازم. دنیای بیخبری کیف دارد. آقای میر آشونی یه فیلمی درست کرده از آقای منجر سیاکوده. حالا به حسا خیلی کمک کرده بود. عکسشون رو خوش من اصلا صحبت چه میکنه حالا هم بمیم. بقیر از این سرگذشت ما بگیر شما که چاپ نشون میکنم. یاد آقام سرگذشتی که اینا رو به دست تو و نو و تو اونا نمیدم. خودم یه وقتی که چاپ نشون. نه حالا اون گرگش در وطنه که خوب خیلی کمک نه آقا نه اون بیشتر بیابونه در جستجوی طبیعت و خرابه. ایرج افشار آنطور که خود نوشته است سفر کردن به دلخواه را از سال 1325 پیش خود کرد. نخستین سفر پژوهشی درازدامنش در سال 1333 در معیت استاد ابراهیم پور داوود به سیستان و کرمان بود و سفرنامه های این سفر در همان سال در مجلات سخن و یغما منتشر گشت و مورد عنایت دانشوران قرار گرفت. محمد علی جمالزاده همواره آن سفرنامه را می‌ستود. افشار در سفرنامه منتشر نشده نوشته که می‌خواهد نام یادداشت‌های سفرش را طبیعت و خرابه بگذارد، چون طبیعت و خرابه دو چیزی است که در سفرنامه‌های ایران برایم دلچسب است و به هر سوراخ و سنبه‌ای که می‌روم برای آنهاست. خرابه نیز برای افشار
دوست داشتنی و دیدنی است، چون تاریخ است، قصه است و باستان شناسی، یادگارهای گذشتگان و گذشته ایران است. به سفر تازه می روم بیشتر برای آنکه ندیده ها و نشناخته ها را ببینم و اگر بتوانم آنها را به اجمال و گذرا بشناسم. آقای افشار موقعی که من باشون شروع کردم صحبت کردن و ازشون آموختم و باهاشون سفر کردم، یک جلوه دیگری از ایران شناسی رو به من نشون دادند. به من فهموندن که فقط با نشستن پشت میز و خوندن کتاب نمیشه یک تمدن، فرهنگ و مردمی رو شناخت. باید سوار ماشین شی، پیاده بری به شهرها، شهرستانها، دهها، آنچه که باز مونده از این تمدن، همه رو ببینی، مطالعه کنی دربارش، جغرافیای این تمدن رو بشناسی، افکار، رفتار مردم رو بشناسی و از طریقه گفتگو با آنها، موندن شبها در منزلشون، باشون خوراک خوردن و غیره هست که میشه آدم واقعا اون ایرانی رو که ما از پشت میز در فرنگ دربارش مطالعه میکنیم رو بتونیم بشناسیم. من فکر میکنم این مهمترین دستاوردی بود از این آشنایی که من با آقای رجب افشار داشتم. ما بیشتر سفرهای یک روزه به اطراف تهران میرفتیم. در روزگار از سفرهای چند روزه ما معمولا یک بار در سال بود، بیشتر در ماه خرداد. معمولا سفرهای ما به این ترتیب شروع میشد که از یکی از بزرگراه‌ها شروع میکردیم میرفتیم. حدود 10-15 کیلومتر که میرفتیم، اولین بیراهه‌ای که به نظرش میرسید ما میرفتیم تو بیراهه. اون بزرگ راه تا مقصد ما میرفت، اما ما از بزرگ راه نمیرفت، ما همیشه از بیراه. آقای افشار یک کتاب تاریخ هست که هر ورق از این تاریخ یه چیز تازه‌ای به من میده و اون سفر خیلی خیلی صفحات متعددی از ایشون دیدم، از جمله اینکه چقدر صبر دارن، از جمله اینکه چقدر رانندگی رو دوست دارن و خسته اصلا نمیشن و این روحیه جستجویی که در ایشون وجود داشت فوق‌العاده بود و باعث میشد که هیچ وقت خسته نشن. وقتی میرسیدیم میگفتن خب فردا این کارو میکنیم، فردا میریم اینجا، یعنی اصلا فکر این که شب و استراحت کنن و صبح تصمیم بگیرن اصلا وجود نداشت. از جمله قشنگترین سفری که رفتیم، ما از تهران راه افتادیم، از علموت رفتیم شمال و با این ماشین بزرگ عجیبشون جاده های مال رو می رفتیم. واقعا اصلا یه چیز عجیبی بود، چون وای می سادیم بهشون، می گفتیم یه ذره به چپ یه ذره به راست و این شکلی از اون جاده عبور کردیم. ولی خب لاپاسه بدم تو تو جیبت باشه، ولی اینکه یه وقت کلیده این نگیر نیاد. من اطمینان دارید شما کاملا؟ نه، یه وقت این کلیدی تو بمونه بذار تو جیبت. دو تا خاطره از این قبیل دارم، دو تا هم جالبه. یکی همایون سعدی همیشه میگو افشار شب یه جایی بمون، دو روز بمون، سه روز بمون، با اینا حرف بزن، با این را بیا او را برو، میگو نه ما وقت نداریم باید بریم. میگو افشار این حکایت ایرانگردی تو دیدن اینجا این تو خیابون از پشت میترین کتاب فروشی ها رد بش با شیشه شد نگاهی به کتاب ها بکن و همه این کتاب ها کنند. چقدر درخت کهنسال دید و با طواف به دور آن درختان محیط آنها را محاسبه و مشخصاتشان را برای آیندگان ثبت کرد. در سفرنامه نوشته که به حوالی آبادی دورافتاده ارمیان واقع در میامی سمنان می رود تا چناری را که ناصرالدین شاه دیده و شکوه آن را در سفرنامه‌اش وصف کرده بود به چشم ببیند. رفت و دید و وصف شاه قاجار را اغراق‌آمیز یافت و خود توصیف موجز و دقیق‌تری از آن درخت سایه‌گستر نوشت. شنیده بودم خیلی عبوستن. ایرج افشار بسیار آدم مهربانی بود. شنیده بودم که خیلی خیلی با خانم‌ها رابطه بدی دارن. قبول دارم که اولین برخوردش شاید تمام مهربونیش نشون نمیداد، اما عبوس بدنش رو قبول ندارم. و من قبل از اینکه ایشونو ببینم یک جبهه گرفته بودم که فکر میکردم من
حتما باشون دوام میشه. خیلی خوبه که خودش بگه که عبوسی ایرج افشار چقدر طول کشید و با چه محبتی تبدیل شد. توضیح خودتون توضیح بده بابا. خودش هم اسم خودش هم میگه برات. خب آقایان سلام علیکم، خسته نباشن. خوش آمدن به دیدار شناسنامه اجداد ایران. حالا یادت میاد که 30 سال بیشتر با دکتر نگهبان اومد. بله. یه ذره هم کم و زیاد نمیشه، هر وقت میایم عمیق. این چای دودی آبه، عمیق‌ترین قسمتش تا 12 نه تا 12 هم گود عمیق‌ترین. یه چایی نمیخوری؟ نه بابا جان بلشید. آقای بزنه سیگارش رو بکشم آقای استاد. من که خیدم، من میام دکتر نهارو خدمت باشه. نه قربون، یه چیز آماده میکنم. نه بریم تا محابر کنیم. سیگارتون هم کشیدید دیگه. یا دکتر بیزاری ما افتخار این میگاشته باشم یه چیزی هیش بکنم. زیاده من استدعا میکنم. زیاده نه هر چقدر میشه. این یکی از آخرین سفرهایی است که با آقای افشار داشتم. رفتیم که دیوار گرگان یا سد اسکندر رو ببینیم با هم دیگه، ببینیم این سیستم دفاعی ساسانیان به چه شکل بوده. خب دربارش کتاب در اومده و خونده بودم، ولی خیلی مهم بود که خود اونجا رو ما مشاهده می‌کردیم و می‌دیدیم این دیوار به کجا میره و غیره. و سفر بسیار خوبی بود. اینجا من و آقای افشار داریم درباره این آجرهایی که استفاده می‌شده صحبت. به نظر اون مهم بود که از هر منطقه، هر بنای تاریخی عکسی برداشته بشه، چون ممکنه سال آینده یا یک دهه بعد اون بنا باقی نمونه و این خودش یک سند مهم برای مطالعه تاریخ میشد. در سال 1346 سفری به نیریز میکنند. بر دیوار گچی کبستان مسجد بازار نیریز فرمانی تاریخی میبینند. می نویسد بهتر از متن آن را نقل کنم، زیرا به احتمال به زودی مسجد را سفید می کنند و کسی دیگر از این فرمان تاریخی خبری نخواهد یافت. سالها بعد که آن سفرنامه را تجدید چاپ می کرد، در پای صفحه و تحت عنوان یادداشت تازه نوشت مسجد را از بن خراب کردند و بنای نوی به جای آن ساختند. باری ایرج افشار در چنین زمانه نابسامانی زیست و چنین کارنامه درخشانی از خود بر جای نهاد و تا قیامت غم از خزانش نیست هر که این باغ پربهار گذاشت. نامت سپید دمی است که بر پیشانی آسمان می‌گذرد. استاد ایرج افشار کسی بود که گسترش کارهای انتشاراتیش، کتابهاش، حمایت از دیگران، اطلاعات وسیعش از همه جهات ایران شناسی و مطالعات مربوط به ایران و رساندن این اطلاعات به همه جای دنیا، ارتباطش با ایران شناسان تمام کشورهای خارج از خارج، او رو به صورت یک دانشگاه در آورده بود و رفتن ایرج افشار با وسعت دایره فعالیت‌های علمیش واقعا از او یک دانشگاه ساخته بود. رفتن او رفتن یک دانشگاه بود. بله، این علتش اینه که فرزانه فروتن ایران مدار ما رو روی یک جلد از چاپ اول منطق‌الطیر
برای آقای افشار نوشتم و آقای کاشانی که مدیر مجله بهارستان هستند و خوب آدم خیلی دقیقی هست اینو عکس گرفته بود، ولی چیزو خونده بود فرزانه فروتن ایران مداری ها. وقتی آقای افشار فوت شد در اون مجلس بزرگ داشتش در مرکز دارالمعارف همه گفتن که بله ایرج افشار که شفیعه کتکنی در باره گفته فرزانه فروتن ایران مداری ها همچه چی میگرسته بودم، ولی من عیناً نوشته بودم فرزانه فروتن ایران مدار ما، این وزنش مفعول و فاعلات و مفاعل و فاعلات. ما هممون با یه فره به دنیا میاییم مطابق اعتقادات اساطیری ما که اون فرمون انجام وظیفمونه. مثلا یه کشاورزی که خوب کشاورزی کنه فره داره، منی که معلم هستم خوب درس بدم فره دارم و خوشبختم و خوشبختی به من روی میاره. به محض اینکه وظیفم رو خوب انجام ندم فره از من میگریزه. خویشکاری هر کدام از ما اهل ادب و فرهنگ کسانی که ادعای این زمینه رو داریم اینه که امروز به خصوص در این شرایط جهان که ما ایرانی بمانیم و در این حال در همون حال جهانی بشویم، این وظیفه و خویشکاری بزرگ همه ماست و افشار در واقع میشود گفت پرچمدار این فکر بود. در اون دوره ما این فره رو خوب نگه داشتیم، همه به نحوی خدمت کردند، نسل قبل از ما، من عقیده داشتم که فره رو داد به ما نسل ما، ما تقریبا از عهده خوب بر اومدیم. و بعد به جوونا گفتم این دیگه فره افتاده دست شما، خواهید تونست همچنان خوب نگه دارید و به خویشکاریاتون عمل کنید و با همین خوبی که ما دادیم دست شما بدید به نسل بعد یا نه؟ این که من معاصرش بودم باعث افتخارمه. از جوونیم هر مطلبی که ایشون نوشتن برای من یک منبع فیض بوده. آقای افشار در واقع پیوندی بین سنت و تجدد بود، سنت گذشته که ایشون با اون بار آمده بود و دنیای آینده که در واقع دنیای مدرن بود، دنیای و این پلی بود که راحت تر کرد گذر ما را از یک دنیای سنتی به یک دنیای جدید. دیگه ما کسی رو پیدا نمی‌کنیم که هم مسالک و ممالک چاپ بکنه، هم تاریخی از چاپ بکنه، هم دیوان شعرها چاپ بکنه، هم آشپزی دوره صفوی چاپ بکنه، هم راجب مصدق چاپ بکنه، هم راجب تقی‌زاده چاپ بکنه، هم راجب جمال‌زاده، هم سفرنامه، یه همچه آدمی رو دیگه فلک هم نخواهد زاد. قبلش البته ما کسانی مثل مرحوم قزوینی رو هم در این هیئت داشتیم، اون تا دایره کار قزوینی به یه زمینه های خاصی محدود بود، بیشتر نسخه شناسی و متنهای کهن اینا یه مقدار محدودیت داشت، گرچه خیلی ارزش داشت، اما افشار این محدودیت ها رو نداشت، خیلی خیلی گسترده و بنابراین افشار ادامه دهنده راه بزرگانی مثل قزوینی و نظائر اون بود. از آدم یه چیزایی بمونه ایناست و یعنی دیگه فنا میشه محض میرزه. افشار دیگه نیست، هر کاریش کنی دیگه نیست فعلا. لا اله الا الله، خدا رحمت شد. سه یکی نوت در چند دقیقه و در چند جلسه صحبت کردن تقریبا کار دشوار و محالی است، چون ساحت‌های وجودی ایشان قلمروهای نفره کارهای بنیادی ایشان بعد لحظه که هیچ وجه در چند کلمه نمیشه در برحال ایشون یکی از مردان بزرگ جاودانه قرن بیستم ایران در کنار قزوینی و دهخدا و فرودآفر و فرودآبود و تقی‌زاده و اینها قرار خواهد گرفت.
دوشنبه دهم دی. همش در خانه بودم، مگر ساعتی که رفتم به گردش. کارم چه بود؟ مقداری تنظیم اوراق قدیم که به قول حبیب یغمایی به جستجوی ورق پاره نامه دیروز چو روزهای دیگر عمر خود هبا کردم. ولی خوب بود، به چیزها دست یافتم که از ضمیرم گم شده بودند، مثل نامه های قزوینی و عباس اقبال که پس از فروش قسمتی از کتابهایش به کتاب فروشی خیام از ترقی خریدم به قصد اینکه در یادداشت‌های قزوینی چاپ کنم و این کار به عهده تعویق افتاد. قزوینی سراسر برای من یادگار است، زیرا خودش را چندین بار با پدرم چه در خانه او و چه در خانه خودمان دیده بودم و در سال 1331 هم که با یادداشت‌های او برمی رفتم که منظم و چاپ کنم کارها از او آموختم که نزد هیچ استادی نیاموخته بودم. سبب آن که به این کار بپردازم سید حسن تقی‌زاده بود که سمت وصایت او را داشت و با تمهیداتی توانست ورثه را وادار کند که برای چاپ شدن در اختیار بگذارند. و البته دکتر علی اکبر سیاسی در آن کار شوقی وافر نشان داد که مرحوم دکتر خانلری در انتشار آن سرعت بخشند. اما این کتاب حاصل از آن است که چون تقی‌زاده وفات کرد، همسرش این مکتوبات را به من داد و فرصتی خوش پیشم آمد که بیشتر با روح علمی و صداقت و دوستی قزوینی پی ببرم. گوهر رخشان، ماه درخشان، گوهر رخشان، ماه درخشان، سبور دوران، امید ایران، تو بیکرانی، تو جاودانی، تو جاودانی، نادر کاری تو شمع سوزان، سپهر تابان، ایرج ایران، تو بیکرانی، تو جاودانی، تو جاودانی. کتاب دانش همیشه جوشان، ایرج افشان، عاشق ایران.